من در برنامه امروز میزبانی یه دوست جوان و بسیار با استعداد رو عهده‌دار هستم که برای اینکه معرفیش بکنم یه رزومه کوتاهی رو از او خدمت شما قرائت بکنم، رزومه که خودم کوتاهش کردم چون خیلی متنوع بود. ایشون متولد دی ماه سال 1362 هستند، لیسانس مهندسی عمرانشون از دانشگاه علم و صنعت گرفتن، فوق لیسانس ممتاز مهندسی عمران و سازه های دریایی رو از دانشگاه تهران گرفتن، مدرس ریاضی هستن، مربی رشته‌های رزمی و البته موزیسین، که این بخش آخر یه خود پررنگه، یعنی خود بیشتر از پررنگ. این یک بخش کوتاهی از رزومه دوست خوب، حالا میشه گفتش هنرمندمون، جناب آقای شهاب صادقی عزیز بود که در این برنامه در کنار منه و با شما گفتگوش آغاز میکنه. خیلی خوش آمدید. متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، همچنین طرفداران موسیقی ژانر خودم، در خدمتتون هستم. متشکرم. شهاب عزیز، امشب تو برنامه ما هستی به عنوان یه جوان موفق، حالا قرار با هم گفتگو بکنیم، یه خود از سابقه تحصیلی بده. آرزم خدمتتون که همونطور که شما فرمودی، من تحصیلاتم در زمینه مهندسی عمران هست در دانشگاه تهران. سوابق تحصیلی به این شکل هست که چند کتاب در مهندسی عمران نگارش کردم و همچنین مقالات بین‌المللی. خب سوابق کاریم هم تقریبا 9 سال انرژی اتمی فعالیت داشتم و 1 سال سازمان بنادر درانه ابردی در زمینه مهندسی عمران و طراحی و تحلیل سازه‌های دریایی، مدیریت پروژه های مرتبط با همین رشته. و چی شد که از این فضای سخت مهندسی فاصله گرفتی رفتی سراغ فضای هنری؟ راستش من سالها عاشق هنر بودم و خب فعالیت هنری داشتم ولی به صورت غیر حرفه‌ای. از یه روزی تصمیم گرفتم که در واقع پی عشقم بپردازم و تقریبا 5 سال پیش از کارم استفاده دادم و دیگه منحصرا کار موسیقی رو انجام دادم. تو قبلا کار موسیقی انجام میدادی؟ نه؟ بله، ولی به صورت غیر حرفه‌ای برای خودم در واقع. من سالی یک کنسرت، 2 سال یک کنسرت به صورت غیر حرفه‌ای بود. ولی دیگه تصمیم گرفتم که کلن در کنار کارم بودم. خب. ولی دیگه تصمیم گرفتم که به کل در واقع کار علمی و پژوهشی رو بذارم کنار و صرفا فقط موزیک. تو هم کار موسیقی میکنی هم کار خوانندگی؟ بله، من هم موزیسین هستم. خب. هم در واقع خواننده و نوازنده و آهنگساز. خب یه خود بیشتر راجع به این فعالیت و این بخش از فعالیت هنری توضیح میدی بهمون؟ بله، ژانری که من کار میکنم در واقع ژانر خاص موسیقی راک هست و 5 سالی که براش مجوز گرفتم. فعالیت هم در واقع 25 کنسرت داشتم در این زمینه. چند تا؟ 25 کنسرت. بله. خب خیلی خوب بوده. بله، خدا را شکر راضی ام. به هر حال بعد از گذشت این چند سال از تصمیمی که گرفتم در خصوص تغییر رشته ام و کار هنر خیلی راضی هستم. طرفدارای حالا این سبک کاری شما رو به عنوان یکی از آدمایی که پرکار تو این عرصه میشناسن؟ بله. یا یکی از افرادی که محبوب در این عرصه کاریه، یه خود تو این زمینه بهمون اطلاعات بده. این که حالا لطف و محبت اونهاست، اما خب بله، چون ژانر موسیقی ما ژانر محدودی هست و آرتیستاش توش تعدادشون کم هست، به حال منم افتخار این رو داشتم که بتونم فعالیت مجاز مناسبی انجام بدم و طرفدارانی جذب بکنم که برای فروش کنسرت های ما نسبت به سبک خودش بسیار مناسب بوده و خوشحالم که به هر حال تونستم مخاطبای در این زمینه جذب بکنم. یه آقای مهندسی که میاد میره سراغ یه بخشی از هنر با یک ژانر خیلی ویژه و خاص، به قول خودت کمیاب، نگی بگم کمیاب، کم آرتیست به قول خودت، و بعد پلهای ترقی رو طی میکنه و حالا صرف نظر از این که به تعبیر خودش به عشقش داره توجه میکنه، یک وظیفه ای هم داره. بله. یکی از وظایف هنرمندایی که محبوب میشن اینه که خودشونو تو یک مسیری قرار بدن که از ابتذال به دور باشن، درست؟ بله، میگم؟ بله. این وظیفه ای رو که برای خودت، این وظیفه فرهنگی هنری رو که در واقع براش یک افقی رو میتونی متصور بشی، چجوری تعبیر میکنی؟ سوال خوبیه. اتفاقا در ژانر موسیقی من با تجربه این که حالا یه مقدار دیدگاه نسبتاً مشکوک آمیزی نسبت بهش هستش که بالاخره من با طرفدارانش خود موسیقی من به خاصه و نیاز به فرهنگ سازی داره، به قول فرمایش شما اتفاقا وظیفه ما بسیار سنگینه در زمینه فرهنگ سازی تو این ژانر موسیقی. بله، من هم تا به امروز
رسالت خودم رو در این زمینه دونستم که به موازات حال برگزاری کنسرت ها، اجرای قطعات و غیره، در زمینه فرهنگسازی هم تو این زمینه فعالیت بکنیم که توانستیم من و همکارانم تو این زمینه به حال همین که ما توانستیم مجوزهای متعددی رو بگیریم. من که از ما عرض می‌کنم در واقع من و همکارانم، بله، در این عرصه توانستیم که مجوزهای زیادی رو برای برگزاری کنسرت بگیریم. در واقع ما توانستیم این فرهنگسازی مناسب رو انجام بدیم، چه در کنار مسئولین چه در بین هوادارانمون. توانستیم که در واقع اون موضوع این که ما آمده ایم برای اصلاح و تغییر در نگرش آنچه که در گذشته فکر میکردن نسبت به موسیقی هستش و به دست و بردگم رسیدیم، از مسئولین بسیار سپاسگزاریم که همراهی کردن و فکر میکنم که تا اندازه موفق بودیم. اشعار کار تو کی برات آماده میکنه؟ دوستانم هستن که هم خودم هم دوستانم هستن که کنار هم دیگه در واقع. یکی از اون خطرهایی که شما رو تهدید میکنه یا گروه های همسو با شما در واقع باعث شدن که مقداری زیر سوال بره، این اشعار میخوام بگم که خیلی نمیدونم چه واژه‌ای پیدا، اشعاری که خیلی غنی نیست اینجوری بگم، و فکر میکنم این کار سختی در پیدا کردن متن دارین شما، درست میگم؟ البته من با جناب علی موافق نیستم، چرا که سبک موسیقی من معروف به این که اشعار بسیار غنی داره. خب من تو رو نمیگم، میگم اون دوستان دیگری که باعث زیر سوال رفتن این سبک شدن به خاطر اینکه اشعار غنی نداشتن، و شاید این کار تو رو سخت در میکنه که بخوای تو این واردی حالا بری سراغ یک کاری که سنت شکنی باشه، درست میگم؟ حقیقتا بخوام بگم من با جناب علی موافق نیستم، چرا که موسیقی که من دارم کار میکنم یک طیف گسترده است. شاید قسمتیش بله شما فرمایشتون متین باشه و قسمتیش به این شکلی که شما میفرمایید باشه، ولی عمده سبک موسیقی من اتفاقا معروفه به اشعار غنی خودش. و حالا گویین که مقدار ماهیت اعتراضی داره، ولی به هر حال بسیار غنیه و از موسیقی در واقع عامه پسند به خاطر همین اشعار متفاوتش متمایز هست. و خب ما هم از همون تبعیت میکنیم. و تو در واقع توی فرهنگ فارسی دستی بردی برای اینکه کمک بگیری و در واقع اون کار رو با کار نوعی که تو داری عرضه میکنی تلفیقی بکنی؟ بله بله. خب در مورد کارهایی که ممکنه در طول ماهای آینده داشته باشی، کنسرتایی که داشته باشی، بله، اطلاعاتی به ما میدی؟ خواهش میکنم. ما مدتی بود که در واقع چند سالی بود که کنسرتمون فقط در تهران برگزار میشد. خدا رو شکر میکنم که مسئولین در شهرستان هم به ما اعتماد کردن، ما مجوز کارهای شهرستانمون رو گرفتیم. الان در آینده نزدیک ما تور ایران داریم که هفته بعد اهواز و بندرعباس، کرمان و یه سری شهر دیگه. گروهتون رو ما بگید. به نام خودم هست، شهاب صادقی. بسیار عالی. شهاب جان خیلی متشکرم که امروز در ما بودی. آرزو میکنم که در هر دو عرصه، یعنی همون عرصه مهندسی و هم عرصه هنری و کار خاص و سبک خاصت موفق باشی. برای من سعادتی بود که کنار شما بودم. برنامه پربینندتون ازت سپاسگزارم. بریم به آشپزخانه. خانم حسینی آماده شده دیگه، سالای پایینی رو از خانم شیرزاده بپرسم، منم خدمتشون میرسم. متشکرم شما.